سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیزم همراهان خوب کانال یوتیوب پویت آکادمی رضا نظربگی هستم تو این ویدیو از سری مجموعه 0 تا صد کورل رو در ارتباط بلند میخوام باهاتون صحبت کنم خیلی مورد مهمیه بلند و باید تمام نکاتش رو در خلال ویدیو بهتون توضیح بدم چون نکات ریزی داره و ازتون درخواست میکنم حتما توجه کنید بهش این ویدیو رو به طور کامل تمرین کنید که بتونید تمام موارد رو در ذهنتون نگه دارید ازتون قبل از شروع ویدیو هم درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پورت اکادمی سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندید بریم ویدیو رو با هم ببینیم خب همونطور که می‌بینین، هر چقدر به درس های پایانی کورل نزدیک میشیم درس‌ها دارن جذابتر میشن بخاطر اینکه حرفه ای تر داریم جلو میریم و کارهای جذابتری رو داریم میبینیم تو این ویدیو میخوام برم سراغ بلند یه مورد جذاب دیگه یک درس جذاب دیگه از درس کورل رو که خیلی کاربردیه کلی کار فانتزی میتونیم باشه انجام بدیم و دو تا شیپ رو میتونید به هم متصل کنید و کاری که بلند برامون انجام میده اینه که مرحله به مرحله شیپ شماره یک حالت شیپ شماره دو رو میگیره و بینش یه پلکان به وجود میاد الان در قالب مثال بهتون میگم چه اتفاقی میافته برای مثال من چند تا تکس و شیپ های مختلف اینجا دارم که میخوام ازشون استفاده کنم برای اجرای دستور بلند باید بریم سمت چپ بین ابزاری که اینجا داریم اگر روی حالت شدو هستید میرین زیر ابزارهای شدو رو انتخاب میکنید گزینه بلند رو در نظر میگیرید و میایم سراغ شیپ هاتون با کلیک و درگ اولین شیپ رو به دومین شیپی که میخوایم بلند بشه متصل میکنیم مثلا من این رو انتخاب میکنم کلیک و درگ به دومی متصلش میکنم اتفاقی که میفته مشخصا شیپ شماره یک با رنگ و خاصیت و مشخصاتی که داره آروم آروم به اندازه ها و خاصیت و رنگ و موارد مختلف شیپ شماره دو نزدیک میشه و یه حالت پلکانی بینش به وجود میاد من تعداد پلکان ها رو هم در این قسمت بالا در آپشن ها میتونم بیشتر کنم هر چقدر این پلکان ها رو بیشتر کنم تصاویر بین این دوتا بیشتر و بیشتر خواهند شد کار دیگه که میتونم انجام بدم اینه که دوستان بیام سراغ این دوتا فلشی که این وسط قرار داده این نرم افزار و اگر من روش کلیک کنم و درگش کنم به سمت یکی از شیپ ها تعداد شیپ ها و تعداد پله های اون شیپ کمتر خواهد شد الان به سمت بنفش میکشمش بنفشه کمتر میشه و تعداد سبز ها بیشتر خواهد شد اگر بیاریمش وسط کار آروم آروم از رنگ سبز به رنگ بنفش میرسیم هم شیپ داره ظاهرش عوض میشه هم خاصیتاش داره عوض میشه و موارد مختلف و آروم آروم این اتفاق داره میفته برای اینکه بهتر متوجه بشین این دایره رو وصل میکنم به این ستاره که اینجاست ببینید با کلیک و درگ دایره رو به ستاره متصل میکنم و یواش یواش میبینید این دایره داره تبدیل میشه به ستاره‌ای که دارین می‌بینید این به هم ریختگی که اینجا وجود داره به خاطر اینه که این دوتا شیپ اصلا همگون نیستن ناهمگونن و وقتی میخواد دایره تبدیل به ستاره بشه یه مقدار به هم ریختگی ها به وجود میاد آروم آروم تبدیل به ستاره میشه و این ستاره حالت و ظاهر بهتری خواهد گرفت هر چقدر به شیپ جلویی نزدیکتر بشیم برای تکس میشه این کارو کرد کار دیگه‌ای که انجام میدیم دوستان بذاریم من یک کلیک اینجا داشته باشم با همین ابزار بلند اگر روی یک بخش بلند شده کلیک کنید اون قسمت دوباره خاصیتاشو رو در دست میگیریم می تو این تغییرات به وجود بیارید من اگر بیام سراغ زاویه چرخشی که اینجا وجود داره بلند دایرکشن میتونم زاویه چرخش به وجود بیارم که آروم آروم که حالا داری تغییر میکنی از شیپ یک به شیپ دو داری تغییر میکنی چرخش هم به وجود بیار ببینید یه همچین چرخشی هم میتونه برای ما شکل بده یه ظاهر قشنگ رو میتونه برای ما به وجود بیاره کار فانتزی تر ببینید من ابزار پیکتور رو انتخاب میکنم بیرون یک کلیک میکنم اگر در میانه یک بلند کلیک کنیم کل مسیر رو برای ما در نظر میگیره به جز شیپ اول و دوم قاعدتاً و شیپ اول و دوم هیچ وقتیش تغییر نمیکنه اگر دقت کرده باشین من زمانی که داشتم چرخشم به وجود می با بلند direction اون مسیر میانی شیپ یک و شیپ دو داشت تغییر میکرد. این شیپ اول و آخر سر جاشون به هر شکلی ثابت باقی میمونن و تغییرشون شکل نمیگیره حالا میتونم پیکتور رو بردارم مسیر رو از حالت انتخاب خارج کنم یعنی بیرون یک کلیک کنم هیچی انتخاب نشه بیام تصویر آخر رو روش کلیک کنم به تنهایی انتخابش کنم رنگ مثلا قرمز رو جایگزین کنم و همونطور که میبینید این بلند رنگش هم تغییر میکنه آروم آروم از رنگ سبز به قرمز میرسیم حالا پس میتونید این کارم انجام بدید دوباره برگردیم سراغ بلندمون این تکس رو هم میتونم براش همین کار رو انجام بدم با کلیک و درگ تکس یک رو به تکس دو متصل میکنم میبینید پویوت داره تغییر میکنه از تکس اولی به دومی رسیدیم اگر سایز این پویوت دومی بزرگتر بود آروم آروم تصویرمون بزرگتر هم میشد یه موقع چرخش هم برای این به وجود بیاریم میبینید من دارم چرخش رو به وجود میارم این بار چون تکس رو داریم میبینیم کلا متن میچرخه یک بار و یه همچین حالتی رو به دست میاره برای شیپ ها خیلی بهتر میتونیم این رو ببینیم کار فانتزی تر جذاب تریه خب بیایم کل بلندمون انتخاب کنیم من ابزار بلند رو انتخاب میکنم یک کلیک میکنم کل مسیر رو هم به من نشون میده اگر بخوایم این بلند رو حذفش کنیم و از بین ببریمش میتونیم انتخابش کنیم بیایم سراغ آپشن های بالا در بخش پراپرتی بار یه مورد اینجا هستش به اسم کلیر بلند من روش کلیک میکنم در نسخه های قدیمی تر ممکنه یک نشانگر حالت زبدر یا علامت مثل عبور ممنوع اینجور موارد حالت دیلیت مانند پیدا کنید روی اون کلیک کنید اگر آیکون روش آیکونش رو میبینید همین کار کلیر بلند رو براتون انجام میده روی این موارد هر کدوم موسوور کنید اسمشون و مشخصاتشون براتون به نمایش در میاد خب من کلیر بلند رو اینجا دارم روش کلیک میکنم و همونطور که مشخص بلند رو به طور کامل برای من حذف میکنه یه کنترل زد بزنیم برگردیم به حالت قبلی دو تا مربع در ابتدا و انتهای مسیر بلندمون میبینید این موارد رو هم اگر ابزار بلند رو انتخاب کرده باشید به نمایش در میاد من میتونم با کلیک و درگ جابجاشون کنم وقتی شیپ شماره دو رو مثلا جابجا جا کنم بیارم یه جای دیگه قرار بدم مطمئنا مسیر بلندم تغییر میکنه اینو میارم در یه جایگاه جدید قرار میدم و میبینید این حالت بلند شدن جایگاهش و مسیرش کاملا عوض میشه پس شما میتونید شیپ یک و دو رو جابجا جا کنید که این مسیر بلند رو هم عوض کنید حالا بیایم بریم سراغ ابزارهای بالا آپشن های بالا در اصل ما در این قسمت روی گزینه دیرکت بلند هستیم که یک رنگ از یک آبجکت با یک رنگی رو داشتیم آروم آروم این رنگ منتقل میشه به رنگ آبجکت دوم گزینه بعدی اگر روش کلیک کنم گزینه کلاک وایز بلند رو اگر روش کلیک کنم میاد کاری که برای من انجام میده بر اساس چرخه رنگ و البته بر اساس حالت ساعتگرد تغییر رنگ رو برای ما شکل میده یعنی روش کلیک میکنم یه همچین استایلی رو میگیریم و اگر گزینه سوم رو روش کلیک کنم همه چی رو برعکس میکنه با همون شرایط قبلی که گفتم بر اساس چرخه رنگ هم میاد و برخلاف حرکت های ساعت رنگ رو برای من در نظر میگیره اون وقت میمیه همچین چیزی رو میبینیم شما میتونید یکی از این آپشن ها رو بر اساس سلیقه خودتون استفاده کنید بیایم بریم سراغ آپشن بعدی گزینه که اینجا اگر روش کلیک کنم زیر مجموعهاش باز میشه من میتونم بیام این مسیر قرار گرفتن آبجکت ها و حرکت کردن آبجکت هام رو مشخص کنم و البته رنگشون رو هم تغییر رنگشون رو هم مشخص کنم به چه شکلی این رو بهتون بگم اگر قفل اینجا فعال باشه یکی از این موارد رو جابجا جا کنم دومی هم همزمان با اون جابجا جا میشه بر اساس تغییرات مورد قبلی خب من این رو غیر فعال میکنم که دونه دونه اینا رو بتونم تغییر بدم شما ببینید چه اتفاقی میافته اگر به سمت چپ ببرم این رو میبینید تعداد پله های تصویر اول اون شیپ اول هم بیشتر خواهد شد به سمت راست بیارمش همینجور آروم آروم اون پله ها به سمت شیپ دوم هم دارن میرن یعنی جا به جایی این پله ها رو میتونید به وضوح ببینید برای رنگ هم همینطور اگر من اینو ببرم به سمت راست رنگ سمت چپی می‌بینید داره افزایش پیدا میکنه اگر ببرم سمت چپ رنگ سمت راست رو بیشتر خواهید دید اگر من بیام روی این گزینه این قسمت قرار بگیرم بهتر متوجه میشین ببرم بذارم روی direct دیر، بلند پس کالر رو می‌تونیم تغییر بدیم که به چه شکلی این پراکندگی براش شکل بگیره پراکندگی از رنگ اول بیشتر باشه یا از رنگ شیپ دوممون اینجا میتونید کنترلش کنید آبجکت رو هم همینطور که ها بیشتر در چه سمتی قرار بگیرن این مورد رو هم داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم حالا یه نکته دیگر رو بهتون بگم این کاری که ما الان انجام دادیم دقیقا همون کاری بود که با این مسلس ها انجام میدادیم ولی ما در این بخش اومدیم و این دوتا رو از هم جدا کردیم یعنی من قفلش رو ورداشتم دیگه این دوتا به هم متصل نیستن در حالت قبلی این دوتا به هم متصل بودن ببینید مثلا من این بلند رو انتخاب میکنم اگر این دوتا فلش رو بالا و پایین ببرم همون کار رو برای ما انجام میده به صورت دستی ولی خب هم رنگ دست ماست و هم محل قرارگیری این پلکانی که الان دربارش باهاتون صحبت کردم ما اومدیم در از در این بخش با غیر فعال کردن این قفله این دوتار از هم جدا کردیم قفل رو غیر فعال کنم باز هم دستی میتونم بیام سراغ این بخش ولی دیگه تک تک اینا جابجا جا میشن یکی برای رنگ و دیگری برای قرار گرفتن محل قرارگیری پلکانمون به این شکلی که دارید میبینید همون کار رو بر ما انجام میداد حالا تونستیم به این شکل کنترلش کنیم حالا از دیگر آپشن هایی که ما در این بخش میتونیم داشته باشیم ازش استفاده کنیم زیر مجموعه های گزینه مور بلند آپشنز هستن دو تا گزینه مپ نودز و اسپلیت که الان دربارشون صحبت میکنم مپ نودز کاری که انجام میده اینه که خب ببینید ما الان از یک شیپ به شیپ دوم رسیدیم و آروم آروم به صورت پلکانی ظاهر این شیپ تغییر میکنه تا به حالت دومی برسیم مثلا در این دایره میبینید آروم آروم دایره رو داریم میبینیم که تبدیل به ستاره میشه این حالت نرمال بلنده ولی اگر گزینه مپ نود رو انتخاب کنم از یک گره به یک گره دیگه منتقل میشیم یه مقدار ظاهر کارمون تغییر میکنه بیاین بریم سراغ این مسیر و روی این مورد که مربع هستش انتخاب کنم و درست کنیم کارمون رو بریم سراغ آپشن مپ نوتز. و من میو مثلا از گره این بخش که الان برای من به نمایش در اومده ببینید به محض اینکه کلیک کردم چهار تا مربع به نمایش در اومد روی یکیش کلیک میکنم روی این مورد مثلا کلیک میکنم و به محض کلیک کردن چهار تا گره در شیپ اول حالا به من نشون میده میگم روی این مورد کار کن کل ظاهر شیپ هم تغییر میکنه شما میتونید پس با گره ها کار کنید و استایل کارتون رو با گره ها تغییر بدین خیلی ممکن ازش استفاده نکنیم. واقعیت رو دارم بهتون میگم همون حالات اصلی بلند رو کار میکنیم بریم سراغ آپشن بعدی بذاریم من دوباره این مورد رو انتخاب کنم بریم سراغ ابزار بلند و بریم سراغ گزینه اسپلیت اسپلیت چه کار میکنه اسپلیت میاد یه شکست به وجود میاره یه حالت شکستگی به وجود میاره بین شیپ ها مثلا اگر من بیام روی شیپ که اینجا هستش کلیک کنم این شیپ از مسیر جدا میشه و حالا من میتونم بیام این مورد رو جداش کنم جابجاش کنم ببینید یه همچین حالتی رو به وجود بیارم ببینید این شکستگی رو از میانه کار به وجود آوردم و حالت بلند هم کلا تغییر کرد میگم از این دو تا مورد ممکنه خیلی استفاده نشه ولی آپشن های مهمی که در این قسمت وجود داره رو من باید دونه دونه بهتون آموزش بدم شاید یه زمانی نیاز باشه که ازشون استفاده کنید چند تا کنترل زد بزنیم برگردیم و همون هم حالت مسیر قبلی که داشتیم ما به جای این کار یه کار جذاب تر میتونیم انجام بدیم به اینکه از این مسیرها رو انتخاب کنیم بریم سراغ ابزار بلند تول. سعی کنید حتما انتخابش کنید گزینه بلند رو که دوچار مشکل نشیم در اجرای این دستوراتی که بهتون میگم بریم سراغ پراپرتی بار یه موردی اینجا وجود داره به اسم پث پراپرتیز پث پراپرتیز اگر روش کلیک کنم در حالت عادی یه گزینه نیو پث داره روش کلیک نمی‌کنم به خاطر اینکه میخوام بهتون توضیح بدم چه کاربردی داره من میتونم این حالت بلند که به وجود اومده رو منتقلش کنم روی پس روی یک مسیر خب اول نیاز به یک مسیر داریم بریم سراغ ابزارهامون مثلا با فری هند یک مسیری رو ترسیم کنیم به این شکل که دارید میبینید بعد میام سراغ ابزار بلند انتخابش میکنم روی یکی از این بلند ها کلیک میکنم که فعال بشه ما میخوایم این رو منتقل کنیم روی مسیر دوباره میرم سراغ آیکون پاس پراپرتیز روش کلیک میکنم نیو پاس و الان نو که پیکان موس میبینید حالتش عوض شد میام روی مسیرمون کلیک میکنیم روی مسیر که کلیک میکنیم اون مورد رو اون بلندی که داشتیم رو منتقل میکنه روی مسیر حالا اگر نمیبینیمش به صورت درست اون استایلی که ما الان دارم میام روی یکی از این مربعایی که اینجا هستش کلیک میکنیم و کلیک و درگ یکی از این دوتا شیپی که داشتیم رو تغییر میدیم در یه جایگاهی از این مسیر قرارش میدیم مثلا من میارم تا اینجا کافیه به نظرم و همونطور که میبینید این بلندی که داشتم تا اون بخشی که میخواستم در مسیرم امتداد پیدا کرد حتی میتونم یه دوران درش به وجود بیارم برای که کارم جذاب تر بشه میریم سراغ آپشن انتهایی یعنی گز... گزینه استارتینگ and اندینگ آبجکت روش کلیک میکنم ببخشید روی مورد بغلیش کناریش روی این گزینه که اینجا هستش گزینه مور بلند آپشنز کلیک میکنم و گزینه روتیت آل آبجکت رو میزنم برای اینکه یه دوران هم به وجود بیاره یه چرخش هم به وجود بیاره همینجور که داره بلند رو به وجود میاره یه چرخش هم به این این ها شک میگیره برای اینکه بهتر بتونیم این رو ببینیم چون فاصله گرفته بودن این موارد من میام دو تا شیپ جدید به وجود میارم یکی با رنگ بنفش اجازه بدین یکی با رنگ داخلی بنفش یه دونم یه همچین شیپی با رنگ مثلا سبز و این دو تا مورد رو به هم دیگه بلند میکنم این شرایط به وجود میاد حالا که انتخاب شده میریم سراغ آیکون گزینه Path Properties نیو Path رو انتخاب میکنم روی این مسیر کلیک میکنم و باز هم جایگاه یکی از این دو تا شیپ رو تغییر میدم تا انتهای مسیر اصلا من اینو میارم میبینید یه همچین حالتی به وجود اومد حالا دورانم براش به وجود میارم میرم سراغ آیکون More Blend آپشنز و گزینه روتیت رو میزنم یه چرخش هم در کار شکل میگیره وقتی شما مسیر داشته باشین و بلند رو روی مسیر قرار بدین یا حالت ظاهر بهتری رو دارین یه اون مسیر باعث میشه که شما نقطه ابتدا و انتها مشخص کنین و مسیرش رو کامل مشخص کنین که از کجا شروع بشه کجا به پایان برسه این کار رو هم میتونید انجام بدین اگرم نخواستین و خواستین از این حالت مسیر خارج بشه دوباره میرین سراغ همین آیکون پاس پراپرتیز و گزینه دیتچ رو میزنین روش کلیک میکنم خارج شد از پسی که داشتیم من میتونم حالا بیام اینو انتخابش کنم و جابجاش کنم البته الان روش کلیک کردیم برای چرخش یه بار دیگه کلیک برای اینکه بتونیم جابجاش کنیم به این شکل میتونیم از مسیر این رو جدا کن. یه نکته نهایی هم بهتون بگم اگر خواستین این بلندی که دارین رو حفظ کنین ولی شیپ های اول و آخر رو ظاهرشون رو تغییر بدین اندازشون رو تغییر بدین و موارد مختلف امکانش وجود داره برای انجام این کار من باید یه شیپ جدید ترسیم کنم مثلا این دایره رو ترسیم کنم این رنگ رو براش در نظر میگیرم بعد میام اون بلندی که داشتم رو با ابزار بلند انتخابش میکنم پس ابزار بلند رو میاریم اون مسیرمون رو اون بلندمون رو انتخاب میکنیم میریم سراغ آپشن اینجا وجود داره به اسم and Ending Objects روش کلیک میکنم و اینجا دستور میدم که نقطه شروع یا استارت رو میخوام تغییر بدم یا نقطه پایانی رو میخوام تغ... تغییرش بدم مثلا میخوام نقطه پایانی تغییر کنه نیو اند رو روش کلیک میکنم ظاهر موسم باز تغییر میکنه میام روی این دایره که کشته بودم یه بار کلیک میکنم و همونطور که میبینید کلا مسیر عوض میشه کل بلند ظاهرش عوض میشه خب حالت استارت همونجوری مثل قبل سر جاش موند و باقی مون. ولی نقطه اندم رو من دایره مشخص کرده بودم از این جدا شد به این یکی متصل شد و کلا ظاهرش رو هم میبینیم تغییر دادیم میبینید چقدر نکات مختلف داشتیم و چقدر نکات مهم داشتیم در این درس نیاز داره که همه رو تمرین کنید این ویدیو رو ممکنه چند بار نیاز باشه ببینید حتما این کار رو انجام بدیم تمرینش کنید که در آینده از مورد بلند هم بارها استفاده خواهید کرد نکته مهم دیگه نمیمونه دوستان عزیزم ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پروتا آکادمی سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما از دست ندین باز هم با موقعی درس های کورل رو در خدمتتون خواهم بود متشکرم ما فاق